15 سال است که وحیده با یکی از شناخته شده ترین سیاستمدار افغان ازدواج کرده. 6 فرزند دارد و دغدغه زندگیش خوشی آنهاست. از فعالیت های اجتماعی دور است. زن که لسانس ادبیات فارسی دارد تا حال نتوانست از تحصیلاتش استفاده کند. اما نمیخواهد مثل یک زن رهبر همواره در حاشیه باقی بماند. وحیده 37 ساله از سومین همسر محمد محقق از رهبران جهادی افغان است. شاید تنها نام محقق کافی بوده که وحیده از داشتن دو انباق چشم بپوشد. او میگوید روابطش با دیگر همسران آقای محقق خوب است. هر سه زن در یک خانه زندگی میکنند. وحیده در روزهای خوب و بد با شوهرش همراه بوده. یگانه خاطری که بسیار برام دردناک و تلخ بود زمان مقاومت بود که او زمان ما طفل نداشتم. ما امرایشان در صف بودم، هم به عنوان خانمش بودم و هم به عنوان یک سرباز. همیشه برایش روحیه می دادم. در قسمت جنگا اصلا می گفتم شکست وجود نداره، پیروزی همیشه از آن ما هست. سلام علیکم. خوب است. خیر خیر. حالا که دیگر آن حالات جنگی وجود ندارد، وحیده بیشتر از بودن در کنار شوهر و بچه هایش لذت می برد. آقای محقق حالا فرصت بیشتر برای بودن در کنار خانواده دارد. اما می گوید که تن دادن به آزادی های زنان به درد سر نیست. حالا چون میزان تقاضای حقوق زیاد شده، جامعه جهانی از دموکراسی هست، خانم ها مثل مردها سیاست کنن، مثل مردها در اقتصاد سعی می شوند، ای که تقاضاها را بالا برده، استکاک بین خواست زن و شوهر زیاد می شود و این به ذهن جامعه سنتی فعلی جور در نمی، لذا خشونت ها اوج گرفته. گاهی برای تفریح با بچه هایش بیرون می رود. امروز زیارتگاهی سخی تفریگاهش. مردم خانم محقق را نمی شناسند. ما یک وقت در تلویزیون ظاهر نشدیم و رسمیات ندارم. یک خانم خانه هستم. دوست دارم همیشه ساده زندگی بکنم. راحت، سادگی و راحتی من بمی هست که من مثل مردم هم که زندگی میکنن، راحت میگردن، با خرید میکنن. دوست دارم همیشه مثل از اونا باشم. اما باز هم مجبور است که با خود یک محافظ مسلح داشته باشد. دلش برای روزهای قبل از ازدواجش گاه تنگ می شود. روزهایی که بدور از دغدغه ترور و آدم ربایی خرید می کرد یا به دیدن بستگانش می رفت. مریم غمگسار، BBC، کابل.